استاد کائنات که این کارخانه ساخت، مقصود عشق بود، جهان را بهانه کرد. گرمترین و صمیمانه ترین درودهای ما رو بپذیرید بینندگان ارجمند و گرامی. امید دارم هر کجای این جهان که زندگی میکنید، هموطنان ارجمند و شریف، به هر حال دریچه‌های سعادت به روی همه شما گشوده باد و آرزو میکنیم که در درون ایران با توجه به مشکلات عدیدی که گریبان هموطنان ارجمند ما رو گرفته، بتوانند با همت خودشون برای مشکلات فائق بشن. عرض کنم بینندگان ارجمند و گرامی، این روزها هر ایرانی احساس نگرانی میکنه با توجه به شرایطی که در منطقه خاورمیانه حاکمه، با توجه به خبرهایی که هر روز ما میشنویم و با توجه به عملکرد یک نظامی که اصلا و ابدا به هیچ مسئله‌ای توجه نمیکنه جز ماندگاری خودش. حتما خبرها رو شنودید که وضعیت چگونه است. عرض کنم که مانورهایی که حکومت جمهوری اسلامی داره انجام میده از یک طرف، و بعد اظهار نظرهایی که بعضی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی در مورد سوریه کردن، اینکه ایالات متحده آمریکا و انگلستان عنوان نمودن که دولت بشار اسد در واقع از سلاح شیمیایی استفاده کرده و این جمهوری اسلامی رو بسیار نگران کرده، و همینطور وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا آقای هگل گفته که نیروهای آمریکایی، نیروی نظامی آمریکایی آماده باش هستن، آماده هستن، فقط منتظر فرمان آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده. خب این خیلی نگرانی ایجاد میکنه وطنان ارجمند گرامی، با توجه به اینکه چین و روسیه هم میدونید که از هواداران بشار اسد هستن و جمهوری اسلامی همینطور و حزب الله در جنوب لبنان. خلاصه باید منتظر باشیم و آرزو کنیم که واقعا صدمه‌ای به مملکت ما وارد نشه و مردم ما بیش از این در رنج و عذاب نباشند. این یک مسئله بود. مسئله دیگری که حائز اهمیت هموطنان ارجمند در این جزیره قشم، بار دیگر جمهوری اسلامی در خبرها بوده که به هر حال یک تشکیلاتی رو اونجا مجدداً داره برپا می‌داره و خب این هم نگران کننده است، اونم در اون منطقه. و یک مسئله دیگری که باز هم حائز اهمیت، این که واقعا اینا توجهی گویا همین دولت جدید هم به نقض فاحش حقوق بشر نداره. از لابلای حرف‌های وزیران جدید کابینه حسن روحانی می‌شود این گونه استنباط کرد که گویا در بر همون پاشنه سابق قاهد چرخید. اما در برنامه امروز می رویم به پاریس و با یک شخصیتی صحبت می کنیم که نامش آسنا، از یک اعتبار خاصی برخورداره، آقای دکتر هدایت الله متین دفتری، عرض کنم که نوه آقای دکتر محمد مصدق، و یک شخصیتی که هموطنان ارجمند می دونید که خب در کانون وکلای ایران در رژیم پیشین بسیار فعال بود، اداره کننده این کانون بود، و بعد که ملاها خواستن قدرت به دست بگیرن، بلافاصله آقای دکتر هدایت الله متین دفتری به اتفاق یاران خودشون جبهه‌ای را ایجاد کردن به نام جبهه دموکراتیک ایران. بنده این افتخار داشتم که چند نوبت در برنامه‌های مختلفی که داشتم در خدمت آقای دکتر هدایت الله متین دفتری بودیم و بسیاری از مسائل رو با ایشان در میان نهادیم. حالا اگر موفق بشیم ارتباطمون رو با فرانسه برقرار کنیم، عرض کنم که با آقای دکتر متین دفتری صحبت خواهیم کرد، مخصوصا یک خبری که امروز در به اصطلاح سایت‌ها آمده بود، من دیدم خبرگزاری بی بی سی هم به اون پرداخته، و اون یک طرح دو فوریتی مجلس جمهوری اسلامی است در رابطه با اینکه اگر این نهایی بشود، ادعای خسارت دارن از ایالات متحده آمریکا و همینطور از انگلستان در مورد کودتای 28 مرداد. اجازه بفرمایید که برویم خدمت، عرض کنم که آقای دکتر متین دفتری در پاریس.
آقای دکتر متین دفتری، درود بر شما. همچنین بر شما قربان. امیدوارم که همه چی خوب باشه آقای دکتر. عرض کنم که آقای دکتر، ما در مورد شما خب فعالیتاتون میدونیم که حضور شما در اون دادگاه فوق العاده بوده، در اون دادگاهی که به هر حال این قربانیان کشتار 67 بعضیاشون حضور داشتن و بعضی از ایرانیانی که در اون دوره زندان بودند و بسیار سختی رو تحمل کردند، اینا شاهدان عینی بودند. میخوایم از اینجا آغاز کنم آقای دکتر متین دفتری، بعد خبرهای روز هم عرض کنم که در خدمتون مطرح خواهم کرد. شما در اون دادگاه حضور داشتید آقای دکتر. به بینندگان ارجمند، هموطنان ارجمند ما بفرمید که نتایج این گونه دادگاه و این اظهار نظر شاهدان و کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن در جامعه جهانی چه تأثیری خواهد داشت؟ مسئله این است که یه همچین دادگاهی بل. اصولا سابقه قبلی در تاریخ ما داره، بل. در تاریخ دنیا داره، یعنی مبتکر اولیه چنین دادگاه های فیلسوف بزرگ انگلیسی برتراند راسل بود. بله. معمولا هم این دادگاه ها معروف شدن به در واقع دادگاه های تریبونال های راسل. و این موقعی است که احساس میکنم که حکومت ها، دولت ها، شرایط دنیا اجازه نمیدهد که جنایاتی رو که مطرح شده و صدماتی رو که متوجه انسانیت شده و تمام مسائلی که در این دادگاه مطرح شد به هیچ وجه من الوجوه نه تنها مطرح نیست، بلکه صحبتی ازش نمیشه و زمینه‌ای برای اینکه لااقل به طور معنوی محکومیتی برقرار بشه وجود نداره. در نتیجه زمانی که خود مردم میان و این اقدام رو میکنن، در این ایران تریبونال یا دادگاه مربوط به جنایات رژیم جمهوری اسلامی، رژیم خمینی، که مربوط میشد به 10 سال اول، یعنی دهه 80 میلادی یا دهه 60 هجری شمسی خودمون و اتفاقاتی در اون دوران افتاد، خانواده های کسانی که در این شرایط و در این کشتارها و در این جنایات علیه بشریت قربانی شده بودند، اینها آمدند و تصمیم گرفتند که خودشون لااقل به دنیا بگن، دنیایی که در مورد در برابر اینها سکوت کرده بود و اطلاعی از آنچه که در ایران گذشت، یعنی یکی از فجایع بزرگ و یکی از ضایعه‌های بزرگ انسانی این قرن قبل قرن ما بودش، دوران ما بودش که این اتفاق افتاد، این رو در دنیا مطرح کنند و طرح این گونه مسائل که باعث بشه که تکرار لااقل این جنایات نشه، هرچند که ما میبینیم که در دنیا روز به روز ظلم و در واقع وحشت و دهشت جز برنامه است و پایان پذیر نیست. درست. ولی به هر حال این تلاش و کوششی بود که خانواده ها کردن و خانواده ها فکر کردن که آقا برای این کار ما بایستی بشینیم دور هم، بایستی تصمیم جمعی بگیریم، بایستی کوشش بکنیم که هزینش رو فراهم بکنیم، از درآمد خودمون بذاریم، پسنداز بکنیم. چندین سال طول کشید تا اینها توانستن که زمینه رو برای این کار فراهم بکنن و بودجه این کار رو از درآمدهای خودشون، از تعهدهای ماهانه‌ای که کرده بودن که به یه صندوقی پرداخت بشه و از وجوهاتی که دوستانشون بهشون داده بودن، همه مبالغ بسیار کم. به همین دلیل هم این دادگاه، این تریبونال و این دادگاه یه دادگاه کاملا مردمی بود. هیچ دولتی درش شرکت نداشت، هیچ دولتی درش دخالت نداشت، هیچ دولت و سازمان بزرگی به این کمک نکرد و مسائلشو خودش حل کرد و قدم دوم در این دونستن که بروند و صحبت بکنن، جلب توجه حقوقدانان رو بکنن که در سطح بین المللی از
نظرات اونها و از تجربیات اونها استفاده بکنم. بله. بنده یکی از حقوقدانانی بودم که در این کمیسیون اصلی برگزاری و حلاجی مسائل حقوقی شرکت داشتم. این دادگاه چند مرحله داشت. یک مرحلهش کمیسیون حقیقتیاب بود که در لندن تشکیل شد و تعداد عده خیلی زیادی، عده بسیار زیادی از قربانیان، از بازمانده های زنده مانده های قربانیان، از خانواده های قربانیانی که از بین رفته بودن و در کشتارهای جمعی سالهای 80 میلادی و سال بخصوص 1367 که 88 میلادی میشه، که چند روزه در روی مدت خیلی کوتاهی همونطور که شما خودتونم میدونین چندین هزار نفر رو در زندان‌های سراسر ایران که هنوز که هنوزه ما خبر می‌شنویم که مثلا در زندان فلان شهر دور افتاده هم این تعداد زندانی در اون کشتارها از بین رفتن. هنوز تعداد اصلی و اساسیش و تعداد نهاییش مشخص نشده. به هر صورت از قربانی اومدن و در زمینه مسائلی که دو مطرح شده بود، در زمینه وقایعی که اتفاق افتاد که این جنایت اتفاق جنایت شکل گرفت آمدن شهادت دادند، مورد سوال و پرسش قرار گرفتند و تا حقیقت به معنای واقعیش با یک شکلی که در یک دادگاه خیلی اساسی و حقوقی انجام میشه در اونجا انجام بشه. زمینه شد برای ایجاد دادگاه و تشکیل دادگاه که بیاد این اسنادی رو که ارائه شده، این شهادتهایی رو که ارائه شده، این صحبتهایی که شده و این و در یک کتاب خیلی مفصل اینا همه منتشر شد. و دادگاه بعدی، مرحله بعدیش دادگاهی بود که یه دادگاه کاملا بین المللی، اشخاص از کشورهای مختلف دنیا در اونجا شرکت داشتن، حقوقدانان، رئیس دادگاه یکی از حقوقدانان بسیار برجسته و نامدار افریقای جنوبی بود و اشخاص خیلی مجربی که در این زمین ها حرکت کرده بودن و در زمینه مسائل حقوق بشر و این گونه مسائل مطلع بودن و کار کرده بودن همه حضور داشتن و در اونجا حکم دادگاه صادر شد. حکم دادگاه معنویه، یعنی به این معنا که صدایش بایستی به دنیا برسه و تا انشالله زمانی پیش بیاد که بشود در واقع اون مکافاتی رو که قرار است برای نسل گذشته و بسیاری دیگه زنده نیستن از کسانی که در این شکایت در این جنایات شرکت داشتند، بله، ولی دنیا بایستی بدونه و دنیا بایستی محکوم بکنه. محکومیت تنها به این که قل و زنجیر کردن و زندانی کردن و اعدام کردن اینها نیست. درست. محکومیت معنوی چه بسا که در واقع آثارش و صحبتش و بیانش خیلی قوی تر از هر گونه محکومیت که در یک دادگاه عادی شکل گرفته باشه و معلوم نباشد که اصلا اون اشخاصی که اونجا هستن کی هستن، چگونه هستن و چگونه برخورد خواهند کردش با قضیه. برحال به نظر من این یک کار بسیار موفقی بود و موفقیت بیشترش موقعی است که ما مردم ایران، ما کسانی که آواره هستیم، کسانی که خودمون هم از در واقع قربانیان این آوارگی ها هستیم و این گرفتاری ها و این فاجعه‌ای که بر مردم ما، بر مملکت ما، بر ملت ایران نازل شد، خب این رو تکرار بکنیم، صحبت رو بکنیم، جاهای دیگه مطرح بکنیم. البته بانیان این دادگاه هنوز هم هستند، هنوز هم جلساتشون هست، هنوز هم ادامه میدند و به هر حال ساکت نیستند در این زمینه. و ما امیدواریم که در آینده بتوانیم مسائل دیگری رو هم بجز اون چه که مربوط به همین دهه بوده مطرح بکنیم و به طور مداوم این یادآوری بشه و گفته بشه و معلوم بشه که ما یادمون نمیره تا از لحاظ معنوی این محکومیت ها رو در ذهنیت ما
مستقر کردیم و باید وجود داشته باشیم. بله. فوق العاده است آقای دکتر متین دفتری. من از خیلی از کسانی که اونجا حضور داشتن شنودم که حضور شما و مسائلی که شما مطرح کردید فوق العاده بوده. این بود که تقاضا کردم یه مختصری به اون اشاره بفرمایید و به درستی هم شما فرمودید که واقعا ایرانیان خارج از کشور بیش از اینها باید منسجم بشن و حتما باید این تشکیلات رو حمایت بکنن تا معلوم بشود که این کسانی که حالا بازماندگان اون کشتار بیرحمانه هستند همشون اومدن با شهامت شهادت دادن و خب شخصیت‌های حقوقی، شخصیت‌های آزادیخواه، دموکرات مثل جناب عالی که توانستید بخشی از این کمک‌ها رو بفرمایید. امیدواریم که جامعه بیش از این هوشیار بشه. آقای دکتر متین دفتری امروز در بنده هورمون بله. در اونجا نقشی که داشتم در حد یک کارشناس شاهد کارشناس بود در واقع. بله بله. خب حضورتون فوق العاده چشمگیر بوده به من خیلی از دوستان. ولی غیر از بنده عده خیلی زیادی اونجا بودن. بله. که همون دور به صورت کارشناس و به صورت شاهد اونجا صحبت کردن. بله. کسانی بودن که خودشون شکنجه دیده بودن. بله. کسانی در اونجا به حضور داشتن که مدت زمان طولانی که نه یک روز و دو روز، نه هفته ها و ماه ها. بله. در تابوت هایی که در زندان، در یکی از زندان های اطراف تهران برقرار کرده بودن برای زجر دادن زندانیان در اونجا محبوس بودند. بله. در قبر محبوس بودند. بله. ما دی همچین کسانی رو در اونجا داشتیم و این صدای اینهاست که بایستی هرچی بلندتر به گوش همگان برسه. بله، به راستی من توصیه میکنم که به حالا من الان آدرسش دم دست ندارم، شما خودتون بعدا اعلام خواهید بله. کرد انشاءالله. بله. من توصیه میکنم که بینندگان شما، شنوندگان شما به سایت مربوط به همین ایران ترایبونال بله. به اسنادی که در اون سایت هست مراجعه بکنن و اطلاعات خیلی بیشتری برای اینکه بتونن بیشتر راجع به این مسئله صحبت بشه و بحث بشه و کمک بشه انجام بدن. بله بله، حتما حتما این کار خواهیم کرد آقای دکتر. در ضمن دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، آقای دکتر هدایت الله متین دفتری از جمله شخصیت‌هایی است که به اتفاق یاران خودشون به هر حال شخصیت هایی که بودن برای نخستین بار بعد از اینکه مذهبیون به قدرت رسیدن همون روزهای نخستین یک جبهه ای رو ایجاد کردن در ایران ما به نام جبهه دموکراتیک ایران. ایشون بودن و بسیاری از یارانشون. شاید اون موقع زیاد صحبت از دموکراسی نمیشد ولی برای نخستین بار آقای دکتر متین دفتری و یارانشون اقدام به ایجاد این جبهه کردن. من اینو درست میگم آقای دکتر؟ همین جوریه دیگه. بله، بنده یکی از گروهی بودم که بله. یکی از افراد گروهی بودیم که ما تصمیم گرفتیم که برای نابود شدن و برای جلوگیری از نابود شدن دستاوردهایی که ملت ایران از انقلاب مشروطیت به این طرف بله. در زمینه حکومت قانون و دست سایر زمینه‌ها به دست آورده بود و که بزرگان ما، گذشتگان ما درش نقش داشتن، در انقلاب مشروطیت، در نهضت ملی بله. در مبارزه با دیکتاتوری و تمام اینها ما بتونیم این دستاوردها رو لااقل حفظ بکنیم و برای این به این مقصود بودش، به این منظور بودش که ما جبهه دموکراتیک تشکیل دادیم و از روز اول رو در روی رژیمی که میخواست بنیان تمدن معاصر رو از ایران از ریشه برکنه این رو ما قرار گرفتیم که خب صدماتش هم خوردیم و میبینیم که الان عمر باطل شده نه خواهش سالهای سال است که برای همه هموطنان هست برای ما بوده در این مدت. بله، ولی شما کماکان فعال بود قرون نوشته های شما رو کتاباتون رو همه خوندن و میدونن که شما در اون اوج جوانی خودتون این پرچم رو برافراشتید به اتفاق یاران خودتون، هرگز از خاطر مردم ایران. به خصوص من اینو عمران کردم که نسل جوان ما بر اونها یادآوری بشه که شخصیت هایی همچون دکتر متین دفتری بودند که در مقابل دیکتاتوری مذهبی ایستادند و امروز که
از دموکراسی سخن گفته میشه، حتی اون کسانی که روزی روزگاری در کنار این دیکتاتورها بودن اونا هم امروز از دموکراسی سخن بگویند، بدانند که چه شخصیت‌هایی بودن که برای نخستین بار این هشدارها رو دادن. آقای دکتر متین دفتری، یک خبری امروز من در بی بی سی خواندم که مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی رو میخواد به تصویب برسانه، اگر بقیه نماینده های جمهوری اسلامی هم همیاری کنن. این در واقع جمهوری اسلامی ادعای این رو داره که از دولت ایالات متحده آمریکا و از بریتانیا خسارت دریافت بداره در مورد کودتای 28 مرداد، یعنی به پیگیری این قضیه پرداخته، پیگیری حقوقی و سیاسی و دریافت خسارت. میخوام ببینم که جناب عالی، چون به هر حال از نزدیک شاهد بودید و همینطور همه میدانن که شما نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق هستید، یکی از شخصیت های بسیار مورد اعتماد و وثوق ملت ایران، دیدگاه شما راجع به این حرکت مجلس شورای اسلامی و این طرح دو فوریتی چگونه است آقای دکتر متین دفتری؟ والا من فکر میکنم که ببینین این یه نوع سوء استفاده است از ضعف حافظه تاریخی ما ایرانی ها، اگه بتونن اینها در این کار چیز کنن. به دلیل اینکه ما یکی از مشکلاتمون اینه که حافظه تاریخیمون رو کوشش کردن حکومت ها روش پرده تاریخ بکشن و زندگی رو نسل ها رو از همدیگه جدا بکنن و خواستهاشون رو از هم جدا بکنن. این یه واقعیت خیلی مهمی. درست. ما میبینیم که در همین حرکت سبزی که در ایران شکل گرفت، وقتی که این بچه ها کتک میخوردن، بچه شکنجه میشدن، در خیابون مورد تیراندازی قرار میگرفتن و در این حرکت عظیمی که داشتند باشون مقابله دهشتناک میشد، اینها بازگشتشون به گذشته در حد این بود که قبول بکنن که مثلا یک دوران طلایی خمینی هم وجود داشت. تازه قبول نداشتن جوانها، ولی نمیدونستن که در مقابلش بایستی چی عرضه بشه و چه عرضه بکنن. ما انقلاب شکوهمند مشروطیت رو داشتیم، نهضت ملی رو داشتیم و خیلی چیزهای دیگه. اینا نکاتیست که ما حافظه تاریخی، شما بهش خوب اشاره کردیم، بایستی حافظه تاریخی ما رو تقویت بکنیم. هیچ ملتی بدون حافظه تاریخی، بدون داشتن سمبل‌های تاریخی نمیتونه زندگی بکنه و خودشو به جلو ببره. این هم از این کارها سوء استفاده از نبودن حافظه تاریخی و عدم بیان این در جامعه‌ای که امروز ما هستیم. ببینیم کودتای 28 مرداد 4 زاویه داشت. یکیش امریکا و CIA بود، یکیش انگلستان و MI6 و اینتلیجنس سرویسش و دستگاه های جاسوسیش بود و عواملی که در ایران داشتن، یکیش اون عوامل درونی بودش که اونجا در کنار دربار و برخی از کسانی که صاحبان منافعی بودن حضور داشتن و از نهضت ملی ایران ضرر می دیدن، یکیش هم یک بخش درجه دوی روحانیت بود به رهبری سید محمد طباطبایی و آیت الله کاشانی که بعدها آیت الله کاشانی اومد در اونجا در کنارش قرار گرفت، ولی اهمیت قضیه تمام در بهبهانی بود. اینها هیچ کدوم به تنهایی نمیتونستن کودتا بکنن، هیچ کدوم هم دو به دو نمیتونستن، مجموع اینها بایستی جمع باشن تا بتونن در 28 مرداد به هر حال یک سلسله توطئه برای حکومت ملی در مقابل حکومت ملی شکل گرفت از روز اولی که این حکومت با رأی مجلس آمد به سر کار. و اینها ادامه داشت تا در 28 مرداد به هر حال به یه موفقیت رسید و این موفقیت هم ناشی از همکاری این 4 عامل هم. بدون هیچ کدوم از این 4 عامل، حالا مثلا یکی اومده کتاب نوشته که آقا روحانیت نمیدونم نقش اصلی رو داشته و کسی دیگه نبوده جز روحانیت، یه حرف دیگه زده، هر کدوم نه، اینا مجموعه شون بوده. دو بال این کودتا در ایران، یکی اونی بود که بعد از کودتا به حکومت رسید، یکی اونی بود که بعد از سقوط اون حکومت اولی، رژیم اولی جانشینش شد که همین آقایینی بودن که حالا ادعای خسارت میکنن. یعنی
ملت ایران از کودتای 28 مرداد بسیار بسیار خسارت دیده. زندگی بسیاری از ماها که تلف شده در این دوران بر اثر تمام این دیکتاتوری ها، استبداد و این همه کشتارها و این همه جنایاتی که راش هم صحبت کردیم، همه ناشی از همون جریانی است و خسارت هایی است که برای مردم و ملت ایران مطرحه. ولی کسی که بایستی بیاد و ادعای خسارت بکنه و خسارت رو مطرح بکنه و حقانیتش رو به دنیا ارائه بده، ملت ایرانه و نمایندگان واقعی ملت ایران. اینا خودشون جز کودتاچی ها بودن همشون. یعنی میراثدار یک بال مهم کودتا بودن اینها، و میراثدار بال مهم کودتا که مملکت ما رو به گفته خودتون آقای رفسنجانی میگن، خود همه آقای روحانی که رئیس جمهور شدن میگن که آقا وضع مالی ما، وضع اقتصاد ما، وضع اداری ما به جای رسیده که دیگه نمیتونیم جلو بریم، مملکت قابل حکومت کردن دیگه نیست، باید یه کارهایی کردش. این حرفایی که میزنن ناشی از چیه که تاراج کردن. یعنی شکلی که اینها مملکت ما رو تاراج کردن مغول نکرد، سایر تاراج کنندگان تاریخ ما به این صورت تاراج نکردن مملکت ما رو که اینها تاراج کردن. درست. و حالا اینا اومدن میخوان ادعای خسارت بکنن. یکی مردم ایران هستن که باید از اینها ادعای خسارت بکنن. ولی به هر حال همونطور که عرض کردم، خسارت یه امر خیلی مهمی مربوط به ملت ایرانه، مربوط به زمانی که ملت ایران بتواند خودش نمایندگان خودش رو تعیین بکنه و سرنوشت خودش مسلط باشه و تعیین سرنوشت برای خودش بکنه و در نتیجه با نمایندگان واقعی بیایند و ادعای خسارت رو بکنند. آقایون اومدن چی کار کردن؟ سازمان برنامه رو که ناو بزرگ فرماندهی به مدت 70 سال ناو بزرگ فرماندهی اقتصاد ایران بود، شبانه منحلش کردن آقای احمدی نژاد. جاش چی گذاشتن؟ هیچ. جاش هرج مرج بیش از اندازه. یعنی در هر شرایطی، در هر حکومتی، در هر وضعیت این سازمان برنامه یک ناو فرماندهی بزرگی بود و یک تکیه‌گاه خیلی قرص و محکمی بود که مملکت ما رو از یه فاجعه‌ای که برای نسل‌ها به وجود بیاد، شما اینها هم برون برای این فاجعه‌ای که اینها ایجاد کردن، نسل‌های آینده هم سال‌های سال ازش ازش ضرر خواهند. بله، متضرر شدن. بله، درسته. اصلا شکی نیست که ضرر خواهند دید. ما سازمان شرکت نفت رو آمدن یک شیر بیال و دم و اشکم ازش ساختند و تمام کارهاشو دادن به یک عده اشخاصی که فقط تاراج بلد بودن و استخراج بلد بودن، ولیکن حفظ صنایع نفت رو بلد نبودن. درست. فقط میچابیدن و کپاول کردن. کپاول هایی که در تاریخ ما شده هیچ وقت به این اندازه نبوده. این مبالغی رو که خود اینها دارن بیان میکنن، از بیلیون هایی رو که دارن بیان میکنن که تو این قضایا رفته. درست. الان آقای روحانی تشریف آوردن اینجا، داشت رئیس جمهور شدن، چرا اصرار دارن که آقای زنگنه باید ما رئیس وزیر نفت و همه شون هم با همدیگه در کنار همدیگه قبول کردن که آقای زنگنه رو برگردنن در اونجا؟ به دلیل اینکه تنها کسی که در یه حدودی تخصص در این کار داره و میتونه، و اینا فکر میکنن که بتونه کار بکنه و آب رفته رو به یک صورتی به جوبش برگردونه و این درآمد اصلی مملکت، که این مملکت تک درآمدی است، نفت همش. بله دیگه، درست. تک محصولی مملکت. درست. این رو به جای خودش برگردونه، اصلا اینا چیز لازم ندارن، اینها اصلا تحریم لازم ندارن، خودشون دارن خودشون رو نابود میکنن به همین صورت، و نابود کردن با چپاول، و طوری هم نابود چپاول کردن که جبرانش مشکله. بله. جز از مهلال هیچ آینده‌ای برای اینها نباید وجود داشته باشه. اون نمیدونم چطور تونستن اینها سرپای خودشون بمونن تا به حال. به هر حال این یه مسئله خیلی غامضی است، و میگم مسئله حتی اینا هم تو که عرض کردم، میگم چیز لازم ندارن، هیچ تحریم محریم نمیخوان، چون تحریم به مردم صدمه میزنه، تو اونا صدمه نمیزنه، اونا خودشون به خودشون صدمه میزنن، یه دشون میچاپن، بقیه هم صدمه شون میخورن. درست.
خب اخیراً آقای دکتر متین دفتری یک چیزی که اینا رو خیلی به وحشت انداخت، به هر حال کنگره ایالات متحده آمریکا بحثش این بود که تصمیم قاطع میخوام بگیرن که اصلا شیر نفت جمهوری اسلامی رو به طور کلی ببندن. خب شما همونطور که اشاره کردید واقعاً جمهوری اسلامی یک حکومتی است که فقط این نفت در واقع این تک محصولی است که حجت الاسلام ها رو پولدار کرده و عرض کنم که توانستن به یارغاران خودشون در منطقه به تروریست ها کمک مالی کنند. اگر اینا نتوانن نفت بفروشن، خب طبیعی است که خودشون الان به تکاپو افتادن، وضعیت خودشون علاوه بر اینکه به مردم فشار میاد، آقای دکتر اون جای خود داره، ولی خود همین حجت اسلام، همینایی که نوکیسایی که امروز ثروتمند شدن، سرمایه‌دار شدن، در بعضی از کشورهای سرمایه‌هاشون رو به کار انداختن، اینا دوچار وحشت میشن حتی از عنوان کردن چنین مطلبی. تصور میکنیم که اگر این شیر نفت واقعا بسته بشه چه بر سر این نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی خواهد آمد؟ آقا من فکر میکنم که احتیاجی نداشته باشه که شیر نفت اینها رو ببندن، چون خود این رژیم شیر نفت خودش رو خودش بسته. تقابلی که در اونجا کردن کار رو به دست اشخاص نادان ولی سودجو و تقابلگر بخش دادن در صنعت نفت ایران. درست. صنعت نفت ایران رو تقریبا نابودش کردند. اون چیزی که ما به عنوان شرکت ملی نفت ایران داشتیم که از آثار نهضت ملی بود، بله، با وجودی که میگم اون اهداف نهضت ملی وقت به نتیجه واقعیش وقت نرسیده، دفتر بازی است که هنوز در مقابل مردم ایرانه. همین هم هست که مردم ایران برای دکتر مصدق این همه اهمیت قائل هستن به دلیل اینکه کار ناتمام او رو میخوان تمام بکنن ان شاء الله. مسئله اینه که این شرکت نفت رو به زاری انداخت و تمومش کرد. بله. و چیزی براش باقی نمونده به اون صورت. همین اینها یکی از فروشنده، یکی از خریداران مهم نفتشون دولت هندی. درست. در همین شرایط امروزی فعلی تحریم شیر نفت رو اینها بسته است به دلیل اینکه در یکی از بانک‌های اروپای شرقی پول رو از هند میرفتن به اون بانک میرفتن و از اون طریق پول به دست خودشون میرسی. درست. الان اونها هم گفتن که تو این شرایط ما پولای شما رو نمیتونیم دیگه از اینجا اجازه عبورش بدیم. بله بله. و دولت اینها قبول کردن از دولت هند روپیه بگیرن در خود هند در مقابل نفتی که به دولت هند به هند میفروشن. بله بله. خب با روپیه چقدر خرید میتونن بکنن؟ چقدر بنجل از هندوستان میتونن بخرن؟ بله درست درست. و میگم این یه نه استدلال کاملا درست آقای دکتر، در رشته ایست که سر دراز داره. سر دراز داره. بله آقای دکتر، در ضمن به چین اصلا این خیلی جالبه. اگر کنگره امریکا بیاد یه همچین چیزی رو تصویب بکنه، دست و بالو تو چوب میره. پس فردا هم اگر این رژیم از بین بره، تازه کنگره باید بیاد قانونش عوض کنه. بله بله. بعد در تایید بله نه در تایید فرمایشتون فقط می‌خواستم بگم مثلا از چین وقتی نفت رو از جمهوری اسلامی می‌خره، خب اون که پولی هم حتی نمیده، میگه کالا به جاش میدم، حتی کار به جای رسه، میگه کالایی که شما تقاضا می‌کنی، نه کالایی که من خودم دلم میخواد به شما در ازای به اصطلاح پول نفتتون میدم. یعنی واقعا اسفناکه. بله. هیچ وقت سابقه نداشته آقای دکتر متین دفتری که نه اصلا نداشته. بله. وقتی که در سال 1330 اواخر 31 آخر 31 و اوایل 32 زمینه فراهم شد بر اثر سیاست اقتصاد بدون نفت در ایران، برای شکستن محاصره انگلیسی و انگلیسی امریکایی صنایع تولیدات نفت ایران و نفت به ژاپن صادر شد، به ایتالیا صادر شد، اینا درست قبل از کودتا همش، یعنی زمینه باز شدن نفت ایران رو به جهان در همون موقع فراهم شده بود. همین ژاپنی ها آقای دکتر مصدق بهشون اعلام کرده بود که آقا شما اولین محموله نفتی رو که ببرین و اگه برسونین به مقصد و درست ازش استفاده بکنین، ما به شما جایزه میدیم، 50% به شما جایزه میدیم، ولی پولشو باید به دلار به ما بدین. این ژاپنی ها
در تمام کوششون در این بودش که، و امریکایی ها میگفتن که آقا شما اگه میخواین نفت به چیز نفت به ایران بخرین خب بخرین، ولی پایاپای معامله پایاپای بکنید. دولت ایران واسه ما معامله پایاپای نمیکنه، ما نفت رو میفروشیم و شما بهش احتیاج دارین باید بخرین. ژاپنیا هم همین رو فهمیدن و اومدن و محاصره رو ژاپنیا و ایتالیایی ها که در بندر ژن و بندر ونیز محمولات نفت ایران رسیده بود به بهترین شکلی زمینه شکستنش رو فراهم کردن. یعنی اگر این کودتا نشده بود محاصره اقتصادی تمام، محاصره نفتی تمام میشد و نفت ایران آهسته آهسته آنطور که باید و شاید و شایسته قانون ملی کردن نفت بود به بازارهای دنیا میرسید. بله آمین. یعنی ببینید تفاوت چیه. اونجا حکومت ملیه، حکومتیست که دلسوزه، حکومتیست که مال مدنیت معاصره، حکومتیست که اقتصاد معاصر رو میشناسه، مسائل معاصر رو میشناسه. حالا هر کس هر مزخرفی میخواد بنویسه و بگه در مخدوش کردن اون دوران، این دیگه قلم دست خودشونه، میتونن این کارو بکنن اونه که این کارا رو میکنن. ولی به طور کلی میخوام عرض بکنم که یک همچین حکومتی وقتی وجود داشته باشه تمام منافع مردم حفظ میشه، بقیه دنیا بهش احترام میذارن چون اون به بقیه دنیا احترام میذارن. اینها نه به مردم ایران احترام میذارن، نه به خودشون احترام میذارن، نه به بقیه دنیا احترام میذارن. بله بقیه دنیا مقصودم تنها دولت ها نیستن، مردم دنیا بهشون احترام نمیذارن. بله درست، بقیه مردم دنیا هم احترام نمیذارن. بله از کنم که آقای دکتر متین دفتری یک فقط اشاره کوتاه تک مزرابه، باید نسل جوان ما هموطنان رو بدانند وقتی این رهبرشون خمینی حرف میزد میگفتش که ما امت اسلامیم، میگفت امت با ملیت در تضاده، در حالی که ما میدونیم شما اشاره کردید و مردم ما میدونم ما دولت ملی داشتیم، اون سیاستهایی که در زمان دکتر محمد مصدق ارائه میشه حفظ منافع ملی ایران، خب این جماعت که اصلا با ملیت خودشون رو در تضاد میبینن، قبول ندارن، میگن ما جز امت اسلامیم. این خواستم اینو من شنیده بودم دیگه، خواستم اینو بازگو کنم که دقیقا معلوم بشود حکومتی که منافع ملی براش در اولویت، رفاه مردم در اولویت، پیشرفت مملکت در اولویت، برنامه های عمران آبادانی داره با امتی که خب اینه برنامه‌اش که همه مردم ما شاهدن و نسل جوان باید یک کمی روی این بیشتر تعمق کنه. به هر حال آقای دکتر متین دفتری خیلی بنده خوشحال شدم در خدمتتون بودم، اگر این افتخار رو بدید گهگداری بنده مزاحم شما بشوم. بله بفرمایید. بله بنده خوشحال میشم که با شما صحبت بکنم. قربان درود میفرستم به شنوندگانتون یا بینندگانتون، چون ما با تلفن داریم حرف. بله بله درست، بر صورت بیننده نیستن، شنوندم. بله بله و درود میفرستم به همه و خداحافظی میکنم و تشکر از شما. ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم به امید پیروزی ملت ایران. انشاءالله. خدا نگهدار شما. خب دوستان خدا نگهدار، با آقای دکتر متین دفتری میشه فراوان از زوایای مختلف صحبت کنیم، چون شخصیت آگاه هستن و یک نکته‌ای که آقای دکتر بهش اشاره کردم واقعا همینه، اگر اون روسا ما اینا رو عنوان میکردیم خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی ایراد میگرفتن که آقا نه این حکومت یک حکومتی که مستقله، نه کم کم داره معلوم میشه. همین رای دور نرید، عکس العمل نظام جمهوری اسلامی در مقابل به هر حال مردم شریف سوریه. آقا مردم شریف سوریه این تعداد عظیمشون کشته شدن، عده بیشمارشون آواره هستن و شما فیلم ها رو صحنه ها رو میبینید و بعد دقیقا شما نگاه بکنین این مردم بینوا مورد حمله نوجوان مردانه قرار گرفتن، اونم با سلاح شیمیایی. در این وسط نظام ولایت فقیه ادعای این داره که سوریه خط قرمز اوناست، خط قرمز حجت الاسلام هاست و میبینید که در خبرها چگونه مسائل عرض کنم که داره
عنوان میشه و این نگرانی رو حتما همه ایرانی ها خواهند داشت اگر خدای نکرده با این بازی هایی که نام میکنن، چون جمهوری اسلامی الان در یک وضعیت فوق العاده اسفناکیه. هیچ وقت نباید فریب ما بخوریم، گول این شعارهای حسن روحانی رو بخوریم. آخه به قول یک ایرانی که تازه از ایران اومده بود میگفت، میگه که ما میاییم وضع معیشت مردم، زندگی مردم رو در عرض 100 روز سر و سامان میدیم. با چی؟ وقتی خود صاحب ارکان که بانک ملیشون وضعیت اقتصادی رو این گونه ارزیابی میکنن و خود وزرایی که ایشون برگزیده نومیدانه سخن میگوین، میگن این نشدنیه. خب این معلومه، این همون وعده هایی است که به گونه احمدی نژاد میداده که آقا من اگر بیایم و از این به بعد این دولت خدمتگزار مردمه، این پول نفت میاریم سر سفره‌های مردم. و بعد دیدید بر سر مردم ما و سفره‌ها چه چیزی گذاشته شد. حالا شما توجه بفرمایید، این روزها که ادعای اینا میکردن که باید عرض کنم که سپاه رو، فرماندهان سپاه رو از اقتصاد جدا کنن، چون یک واقعیت بخش عظیم اقتصاد رو سپاهیان، فرماندهان سپاه دارن اداره میکنن. رو دروازی نداریم. در یک برنامه خدمت شما گفتم آقا شهرداری تهران که این آقای شهردارم جز سپاه بوده، این اگر میخواد کار عمرانی شهری انجام بده اون شرکت سپاهه که وارد این معامله میشه. خب کی حریف این فرماندهان سپاه میشه؟ نه یک قرون مالیات میدن. عرض کردم که آنچه ابزار کار خودشون، بندرهای خودشون دارن وارد میکنن، یک ریال مالیات هم نمیدن. اون وقت یه تعدادی تحصیل کرده، اگه یه شرکت مقاطع کاری دارن، بیچاره ها میخوان 10 تا ماشین وارد کنن برای یه کاری، بعد برن در شرکت کنن و به اصطلاح بتونن یه کاری انجام بدن، اولین برخورد اینه که آقا باید اینا گمرک اون ماشینارات رو بپردازن تا بتوانن مثلا یه کاری بگیرن که اگرم بهشون بدن. خب این یک مشکل اساسیه. به قول قدیمیان میگن که کفگیر به ته دیگ خورده، ولی آقایان وعده های آنچنانی میدن. از طرف دیگری یادمون نره که مانورهایی که میکنن همیهنان ارجمند گرامی برای مملکت ما بسیار خطرناکه. خدمت شما عرض کردم که با این مهرهایی که جابجا میکنن، الان آقای روحانی اومده چیکار کرده؟ اومده رضا نجفی رو کرده نماینده دائمی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی اتمی، و این علی اصغر سلطانیه رو پس از 8 سال گذاشتن کنار. این آقای رضا نجفی قبلا چیکاره بوده؟ در وزارت امور خارجه به اصطلاح رئیس اداره خلع سلاح و امنیت وزارت امور خارجه بوده. خب حالا 8 سال اون علی اصغر سلطانیه شاهدی چه کار کرده؟ و این مسئله به اصطلاح وضعیت اتمی یک معضل عظیمی شده دیگه، و یک روزی اینا تبلیغ میکردن که این حق مسلم ماست، یه درم از اراذل خودشون اوباش خودشون جمع میکردن اون شعارها رو بدن. حالا دارن یک کاری میکنن که به اصطلاح وارد مذاکره بشن با 5+1. تلاش آقای روحانی هم این بوده که بتونه این به اصطلاح مذاکرات رو از طریق وزارت امور خارجه انجام بده، یعنی اطمینان داره به عرض کنم که آقای ظریف، به دلیل این که میگوین این آقای ظریف با خیلی از شخصیت‌های سیاسی، حتی با شخصیت‌های سیاسی آمریکایی هم به اصطلاح آشنایی داره، مراوده داشته، دیدار داشته سالیان سال. خوب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بوده، الان هم که میدونید بخش آمریکایی نماینده سازمان ملل متحد رفته ایران، با آقای ظریف هم صحبت کرده. این از این طریق تلاش دارن میکنن که شاید بتونن 5+1 رو قانع کنن، مذاکراتی انجام بدن. و از یک طرف دیگر خب نمیتونن جلوی مردم دستاشون رو بالا بگن مردم ما این شعارها رو دادیم در طول این سالها، حالا یک مرتبه ما میخواهیم محدود کنیم، میخواهیم گوش کنیم، عرض کنم که به توصیه های آژانس بین‌المللی اتمی. خب آژانس هم که هموطنان ارجمند گرامی در طول همین سالها اومده گزارش های خودش رو داده و ثابت هم شده که این حکومت مولاتاریا، این حجت الاسلام ها به راستی قابل اعتماد نیستن. الان اشاره میکردیم با آقای دکتر صحبت میکردیم، حافظه تاریخی درسته، مردم ما بخش عظیمشون حافظه تاریخی دارن،
و این حکومت، این حکومت حجت الاسلام هاست، اینا خیال میکنن که مردم محافظ تاریخی ندارن. اینا تصور میکنن که خب این کارا که در تونس حالا کردن، حالا این نسلی که رشد کرده به قوه تشخیص رسیده، این نسل که نبوده اون اوایل 10 سال حکومت حجت الاسلام ها رو ببینه. حالا ما هر دروغی میتونیم عنوان بکنیم. یادمون باشه همین آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی، من یادمه چقدر هموطنان ارجمند به همین آقای دکتر محمد مصدق توهین کرد و بعد شعارهایی که اینا میدادن، یادتون در اون اوایل هادی قفباری این ملای لومپن سوار اون جیپ سرباز میشد، جیپی که به اصطلاح پوشیده نبود، سر جیپ باز بود و چکمن به پا میکرد، یه دونه جسم دستش میگرفت و شروع میکرد فوش دادن به ملی ها، چون خیابون رو اسمش گذاشته بودن خیابان مصدق، اومدن اون تابلوها رو کندن، بعد این شعار هم میدادن اونا. همون زمانی که آقای عرض کنم که ملیون هم ادعا میکردن که سهم عمده ای دارن و قرار بود دولت به اصطلاح مهندس بازرگان به قدرت برسه، دولت رو تشکیل بده آقای مهندس بازرگان، همین هادی غفاری شعار میداد به تمام بقیهشون و اون تابلوها رو میکندن از اون خیابون، میگفت ملیا کجان، بعد یه دم گفتن ملیا کجان تو سوراخ موشن، یعنی با این کلمات فوق العاده توهین‌آمیز. چرا؟ من که روز نخست رهبرشون گفته آقا چی میخواین چیکار کنین اینا، حتی با سیاست آقای دکتر محمد مصدق مخالف 100 درصد بودن و این یک واقعیتیه. اینا به هیچ عنوان براشون منافع ملی در اولویت نبود. شما نگاه بکنید هنوز هم که هنوز تازه داره اسناد رو میشه که جمهوری اسلامی چه مبالغی به سوریه کمک کرده در این اوضاع احوال با نفسا که خود مملکت ما نیاز فراوانی داره به سازندگی. در کدوم قسمت من بخوام میگم اینا آمدن سرمایه گذاری کردن برای رفاه مردم؟ و بعد عجیبه در این شرایط بخشی از عوامل جمهوری اسلامی به صورت‌های استاد دانشگاه، خب اینا با دانشگاه چه کردن؟ یادمون هست از همون روز نخست حملاتشون به دانشگاه بوده. حالا اینا این برابر اینا رو جمع میکنن اعوان انصار خودشون رو که آقا شما بیاین حمایت بکنیم. بخشی از این استادای مقیم خارج یادمون باشه، امیدوارم بهشون بر نخوره، اینها تابستونا یه بلیت دو سره میگیرن میرن جمهوری اسلامی و ادعاشون هم که آقا میریم به مملکت خودمون، آقا در مملکت ما ایران ما آیا یک حکومت مردمی به قدرت رسیده؟ آیا یک حکومتی است که به درد مردم میرسه که شما این رو بهانه قرار میدید؟ نه، اینا کسانی هستن که با این حکومت در ارتباطن دیگه و بی جهت نیست که عمیانان ارجمند انگلستان که یکی از طرفداران نظام مولاتاری هست، یادتون باشه همین آقای روحانی را بعدها عرض کنم که رو خواهد شد که تا چه اندازه‌ای به بریتانیا وابستگی داره. 400 تا از فرزندان درجه یک سران جمهوری اسلامی دارن در لندن تحصیل میکنن، اینا بالاخره برمیگردن صاحب پست و مقام و شغل میشن دیگه. خب بریتانیای کبیر این استعمارگر پیر کهنه میدونه چگونه عمل بکنه. بی جهت نبود که وقتی یک زلزله در یونان اومد، اصلا شما نگاه بکنید پرنس چارلز آمد به جمهوری اسلامی، آقایون آخونده خیال میکنن که مردم ما اینا رو فراموش میکنن ارتباط هایی که دارن. خود آقای کنی که روز نخست رئیس کمیته ها شده بود، خب فرمایشات دستوراتی بهش صادر میشد از طرف بریتانیا. آقای کنی هم به بهانه اون زمان که میخواست برم چشمم رو نشون بدم به لندن سفر میکرد. همه میدونن که آقای کنی تا چند دادی وابسته است به بریتانیای کبیر. یعنی این به اصطلاح جنگ زرگری، اینا رو هم باور نکنید که یه حملاتی کردن به اون باغ انگلستان که گفتن این متعلق به ماست باید بگیریم، نه، اینا ظاهر قضیه است که ملاها یک جوری عنوان کنن ما هیچ گونه وابستگی به بریتانیا نداریم، در حالی که نه، به شدت مهرهای بزرگ و درشت آخوندها وابسته هستن به انگلستان. به هر حال عمیانان ارجمند گرامی، باید همه ما به فکر مملکت خودمون باشیم. برای ما ایران در اولویت، حفظ ایران، مملکت ما در این اوضاع و احوال با توجه به شناختی که از این نظام جمهوری اسلامی داریم، باور کنید در لب پرتگاه وظیفه میان پرستان است که به خودشون بیاین و تا دیر نشده فکری بکنن یک انسجامی به وجود بیارن برای اینکه در مقابل این نظام ضد ایرانی باید محکم ایستاد.
همیانان ارجمند سخن در این مورد فراوان، اما وقت ما اندکه، دیگه وقتمون به پایان رسیده، فرصت دیگه نداریم. با تشکر از کارگردان فنی برنامه آقای بابک عزیز که بسیار بسیار همکاری صمیمانه با این جانب دارن، با همه شما سروران خودم تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. به ایران بیاندیشیم، همه به ایران بیاندیشیم. پاینده ایران.